سلام و درود به شما عزیزان جان در برنامه امروز چند تا خبر رو میخوایم با شما پیگیری کنیم با هم دیگه پیگیری کنیم و اما در بخش اول میخوایم براتون بگیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که با اروپا که از ابزار و اختیارات قانونی خودش برای تروریستی اعلام کردن سپاه استفاده کنه حالا این میگه دست من نیست هم میگه دست من نیست خب بریم این خبر رو بخونیم ببینیم بالاخره قرار چی بشه بر اساس تقویم جمهوری اسلامی روز دوم اردیبهشت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه به مناسبت همین روز گفته که سپاه رکن مهم حفاظت از انقلاب و نظام اسلامیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها در پشتیبانی از تروریسم فعاله بلکه بازیگر اصلی سرکوب مردم ایران در اعتراضات مسالمت‌آمیز و, و گروگانگیری شهروندان خارجی به شمار میره اما حالا گفته میشه با فروکش کردن تظاهرات ضد حکومتی ایرانیان در داخل و خارج از ایران موضوع قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی از اولویت مقامات اروپا خارج میشه یک منبع آگاه از مسائل ایران در پارلمان اروپا میگه که با فروکش کردن اعتراضات ایرانیان در داخل و بیرون ایران رهبران اتحادیه اروپا و به طور مشخص جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بی سر و صدا موضوع قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی رو کنار گذاشتند. همین منبع میگه در هفته های اخیر تسلیحات بیشتری از سوی دولت های غربی به اوکراین ارسال شده توان روسیه در این جنگ هم نسبت به یک سال اولون کاهش پیدا کرده این مسئله به همچنین فروکش کردن اعتراضات در ایران خاص قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی اروپا را مشمول مرور زمان میکنه توافق موقت رژیم با آژانس بینالمللی انرژی اتمم که دست کم چند هفته شدت فشار رو از روی حکومت کاهش داده وی در مورد اینکه چرا از تلاش برخی دولت های اروپایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی کاسته شده توضیح میده که از نظر قانونی برای اینکه پرونده مربوط به تروریستی اعلام شدن سپاه در از دادگاه اروپایی طرح بشه دست به یک مدرک اقدام تروریستی تا پنج سال اخیر در خاک اروپا توسط سپاه لازمه البته دست دو مورد پرونده در مورد توطئه های تروریستی سپاه در آلمان و اتریش وجود داره پرونده دیگری هم هست که از جمله انتقال محموله های تسلیحاتی اما مسئله اینجاست که برخی کشورهای اروپایی تمایل به باز کردن این پرونده ها ندارن چون پشت پرده معتقدن حد و اندازه فعلی اعتراضات اونقدر نیست که اروپا درگیر چنین مسئله بشه اون وقت ما بهتون میگیم خیابونا رو ترک نکنین اعتراضات خیابونی رو ادامه بدین باز شما میگین به ما ربطی نداره ببینین حتی اروپا هم روی اعتراضات مردمی حساب میکنه اخیرا وزارت خزانه داری آمریکا یک شبکه تامین مالی قطعات و تکنولوژی مربوط به ساخت و هدایت پهباد و موشک بالستیک مربوط به با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو تحریم کرده مخالفان جمهوری اسلامی تلاش میکنن با فشار بر مقامات دولت های قدرتمند از جمله بریتانیا اونا رو برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی ترغیب کنن آمریکا میتونه در اتخاذ چنین تصمیمی شرکای راهبردی خودش رو تشویق کنه وحید بهشتی فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر از عواسط بهمن 1401 در مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب قضا زده تا دولت این کشور سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی خودش قرار بده یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه موضع دولت بایدن در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روشنه ایالات متحده بیش از هر کشور دیگه در جهان سپاه و شبکه مرتبط با اون رو در فهرست تحریم ها قرار داده به همچنین میگه ما متحدان و شرکایمون رو تشویق میکنیم تا از هر ابزار مناسبی برای فشار علیه سپاه استفاده کنند. اما تصمیم با خود کشورهای اروپا هست که بر اساس ابزار و اختیارات قانونی که در دست دارن در راستای منافع ملی خودشون اقدام کنن. بخش از نیروهای عضو سپاه قدس فعال در واحدهای تهاجمی سوریه شامل نیروهای ایرانی افغانها یا هم فاطمیون و زینبیون علاوه بر حضور در مأموریت ضد نیروهای آمریکایی در تظاهرات داخل ایران هم بخش از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم هستند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سی یکم فروردین در توییت نوشت که ما قاطعانه متعهد به مختل کردن برنامه های مربوط به فعالیت های نظامی ایران هستیم در این بین با وجود تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه های مخفی تأمین کننده تسلیحات و پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی نمایندگان در کنگره آمریکا ارائه شده حملات سپاه علیه پرسنل و پایگاه های آمریکا در منطقه به 600 مورد در سال 2022 رسیده بر اساس شواهد موجود دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران در حال تجسس و مقابله با گروه های مخالف در داخل و خارج کشور که نشون میده رهبری جمهوری اسلامی همچنان نظارت بر فعالیت مخالفانش که در خارج از کشور زندگی میکنن در اولویت فعالیت های جاسوسش قرار داده حالا نه تنها فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلام بلکه مقامات ارشد در پارلمان اروپا معتقدند برای مقابله با تهدیدات سپاه علیه صلح و ثبات بین المللی به ویژه برای مقابله با حمایت تسلیحاتی سپاه از روسیه در جنگ اوکراین و همچنین برای مقابله با سرکوب مردم در داخل ایران باید سپاه در فهرست سازمان های تروریستی اروپا قرار بگیره بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی دولت و شرکت های چینی یکی از اصلی ترین منابع تأمین کننده قطعات و تجهیزات پهپادی هستند که در ایران ساخته میشه روسی هم که از پهپادهای شاهد 136 و آرش دو علیه اوکراین داره استفاده میکنه همچنین بخش عمده تجهیزات جاسوسی و شنود دوربین های نظارتی هوشمند فرستنده های و نیز ادوات سرکوب که در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه خود مردم و معترضان مورد استفاده قرار میگیره از چین تأمین میشه در ادامه براتون یه ویدیو داریم از اتفاقی باور نکردنی در فوتسال جام رمضان در بابل اهدای گاو به تیم قهرمان به عنوان جایزه در مسابقات فوتسال بابل به تیم قهرمان گاو و به تیم دوم گوسفند اهدا شده ای بدبختی ای و ما در آخر میخوایم براتون از نهادهای حکومتی مشوق برخورد با مخالفان حجاب اجباری بگیم علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در حالی که در ماهای اخیر سیاست های رسمی حکومت تشویق حامیان خودش به تقابل و برخورد با اونچه کشف حجاب یا حجابی نامیده میشه بود دشمن رو عامل مقابل هم قرار دادن مردم اعلام کرده در صورتی که خودش عامل اصلی این, این حرکت هست در ماهای اخیر نهادها رسانه ها و مقام های ارشد جمهوری اسلامی با مواضع و سیاست های اعلامی در مورد هجاب از مردم خواسته بودند که با حکومت همکاری کنند در همین زمین هفته پیش علی نسایی دادستان عمومی انقلاب مرکز خراسان جنوبی در جمع رسانه ها از مردم خواسته بود اگه تو یک ساختمون افرادی وجود دارن که کشف هجاب میکنن شما باید به پلیس گزارش بدین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تاکید کرده با بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری دقت کنید خارج از وقت اداری در خارج از محیط کار اقدام به کشف هجاب کنن و شناسایی بشن مشخصاتشون به دستگاه مربوط ارسال میشه و اخراج میشن نسایی گفته بود که اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کنه رئیس اون اداره مسئوله و اگه در پارک‌ها این اقدام صورت بگیره شهرداری و دانشگاه‌ها مسئولن سید محمد علی عیازی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قوم درباره همین موضوع به روزنامه همیهن هم گفته که در شرع ما اصلی وجود نداره که مردم رو تشویق به تجسس و جستجو در امور سایرین کنند به گفته ای معلوم نیست افرادی که پیشنهاد کردن مردم بیهجابی در ساختمون ها رو گزارش بدن از کجا اومدن و بر چه مبنای شرعی و حقوقی چون این سخنان رو دارن میگن این نوع اقدامات نه قانونیه نه شرعیه نه اخلاقیه همچنین محمد رزا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه هممیهن از جنبه حقوقی به این درخواست حاکمیت پرداخته و گفته که شهروندان گماشته یا ضابط نیروی انتظامی نیستند و اصلا چنین شعنیتی ندارن که بخوان رفتار یا پوشش ساکنان یک مجتمع رو به نهادهای های قضایی گزارش بدن اگه چنین موضوعی رو به رسمیت بشناسیم تنش شدیدی در روابط بین مردم ایجاد میشه به گفته فقیهی در این صورت هر روز در مجتمع مسکونی و حتی مجتمع تجاری و اداری یه عده‌ای در صدد برمیان که با بیهجابی برخورد کنن و طبیعتا افرادی که رفتاراشون گزارش شدن در اعتراض برمیان و به این صورت است که مردم مقابل هم قرار دادین علی خامنی در سخنان خودش در حالی از وجود سلایق مختلف و نگاه های مختلف مسائل در جامعه و زندگی در کنار هم و مهربانی با هم گفت که در ماهای اخیر تصاویر و فیلم های مختلفی توسط شهروندان به ثبت رسیده که حکایت از برخورد خشن حامیان حکومت تحت عنوان آمران به معروف بوده رهبر جمهوری اسلامی 17 خرداد 96 خطاب به حامیانش گفته بود که هرگاه احساس کردند دستگاه های مرکزی، حکومتی و دولتی فکر و فرهنگ و سیاست و غیر دوچار اختلالن یا تعطیلا آتش به اختیار وارد میدان بشن تهدید امکان همزیستی مسالمت آمیز نکته است که به رقم برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی دقیقا قصد داره به اون دامن بزنه و رد این موضوع در رفتار دستگاه های قضایی و انتظامی تو دههای گذشته خیلی برجسته میکنه از درگیری سپیده رشنو با زن آتش به اختیار که منجر به بازداشت و زندان انفرادی و اعتراف اجباری و کتک زدنش و تهدیدش و تقدیر و تکریم از زن مهاجم شد گرفته تا نامشخص بودن وضعیت مرد ماسپاش در ترقبی مشهد و بازداشت چند ساعتی صاحب مغازه و پلوم به واحد سنفیش که همگی در راستای همین روی کرد جمهوری اسلامی داره تحلیل میشه یعنی مقابل هم قرار دادن مردم میگه دشمنی بنداز بین مردم خودت حکومت کن اما مردم ما باید دانا باشن عاقل باشن به شما چه رب داره که چی، کی چی میپوشه که چی نمیپوشه بابا تو هجابتو داشته باش نزار ببین دشمن اصلی همین جمهوری اسلامیه اگه تو فکر کردی که داری با این کار آخرتتو درست میکنی تو هم دنیا تو داری خراب میکنی هم آخرتتو این خونده میرن ببین بالاخره یه جایی تو این دنیا واس خودشون درست کردن حسابهای بانکی هم زیاد دارن اما تو میمونی و این فیلم هایی که ازت پخش میشه و این حمله هایی که به مردم کردی اون وقت مردم میدونن و خشتکت که رو سرت میکشن پس آتش به اختیار عمل کردن فقط فکر نکن مال تو هست همین مردم ایرانی که میبینی الان سکوت کردن چنان آتش به اختیار عمل میکنن به موقعش که تو و زن و بچت باید خودتو بری خاک کنی په حواستون باشه دوستان عزیزم به پایان این برنامه رسیدیم لطفا نظرات خودتون رو درباره این برنامه توی کامنت حتما بنویسین بدرود